سلام خانم، سلام آقا، حال شما؟ خوبید شما؟ شما خانم، شما آقا، شمایی که هنوز به کانال خودت نپیوستی، شمایی که هنوز کانال خودت سابسکرایب نکردی، بریم با هم پایین این ویدیو، میخوام بهت نشون بدم که چجوری بیای تو جمع ما. بریم با هم پایین این ویدیو. دوستای خوبه، اینهاش، همینجاست، میبینید؟ دست راست با قرمز نوشته، میبینید؟ نوشته سابسکرایب. روش بزن، همین الان روش بزن، بیا با هم بزنیم. بزنیم روش، میبینی؟ شد سابسکرایبد. خوش اومدی به کانال خودت، فرست هرس، کانال خودته. خوش اومدی، الان جزء فرست هرسیا شدی. ببین یه زنگوله اومد بغلش، یه بره اون زنگولهش هم فعال بکنیم که ویدیویی رو دیگه از دست ندیم. بزن رو زنگوله. ست گزینه اومد، میبینی؟ اولیه نمیشه آل، میبینی؟ روش بزن. آه، زنگوله هم فعال شد، دیگه ویدیویی رو از دست نمیدی. خب حالا که شما هم به جمع ما پیوستین، شما هم کانال خودتون رو سابسکرایب کردین، بریم با هم ویدیو رو تماشا بکنیم. بفرمایید. خب بعد از اینکه گواهی نامه راهنمایی رانندگی آلمانیمون رو گرفتیم و ماشینمونم خریدیم، نوبتی هم که باشه نوبت به نام زدن یا پلاک کردن ماشینه که بتونیم این ماشینمون رو تو سطح خیابون ازش استفاده بکنیم و سوارش بشیم. تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونید ماشینتون رو پلاک بکنید یا به نام بزنید. بهش میگن سولاسونگ. سولاسونگ یعنی به نام زدن یا پلاک کردن ماشین. اینز گبراخت واگنز، که اینجا میگه سولاسونگ اینز گبراخت واگنز، یعنی به نام زدن یک ماشین دست دوم. زو فونکسیونیت اس، اینجوری باید عمل بکنید. خب رول بکنیم پایین ببینیم چه مدارکی رو باید داشته باشیم و باید چیکار بکنیم برای این به نام زدن. خب اینجا نوشته اومشرایبونگ اینز انگملتن فارتسوگز دیز اونترلاگن به نوتیگنزی، میگه برای به نام زدن یک ماشین این مدارک رو شما احتیاج دارید. اولیش گولتیگه پرسونال آسوایز اودا غایز باس میت اکچویلا ملد بشتتیگون. گولتیگه پرسونال آسوایز همون کارت شناساییتون، اودا غایز پاس یا پاسپورتتون میت اکچویلا ملد بشتتیگون، با همون ملد بشتتیگون که این مدارک کلی رو هممون داریم و هر اداره‌ای که بخوایم کاری انجام بدیم باید این مدارک رو همراهمون داشته باشیم. دومین مدارکی که شما باید داشته باشید سولاسونگز به شاین نگون تایل اینز، که بهش میگم فارتسوک شاین، همون کارت ماشینه که وقتی که شما ماشین رو از طرف میخرید این کارت ماشین رو باید به شما بده. بس این مدارک دوم هم داریم. مدارک سوم سولاسونگز به شاین نگون تایل توای یا فارتسوک بریف، این همون سند ماشینه. وقتی که شما ماشین رو از طرف میخرید باید سند ماشین رو هم بهتون بده. بس مدرک سوم هم جور شد. چهارمین مدرک ای فاو به نوما یا الکترونیش فرزیشقونگز بشته دیگون، این همون کایفست فرزیشقونگه، همون بیمه ماشینه. تو ویدیوهای قبلی تو پلیلیست همه چیز در مورد ماشین، تو اون پلیلیست این ویدیو در مورد بیمه ماشین رو براتون ساختم، برید اون ویدیو رو تماشا بکنید. این بیمه ماشین رو قبلا به
بهتون نشون دادم که چجوری باید بگیرید. بس مدرک چهارم هم داریم. دوستانی که نمیدونن یا ندیدن این ویدیو رو حتما برن پلیلیست همه چیز صفر تا صد در مورد ماشین در آلمان رو برن تو اون پلیلیست توی کانال یوتیوب و اون ویدیو رو در مورد بیمه ماشین ببینن. بس چهارمی مدرک هم در دسترس هست. پنجمی مدرک اینسوگز ارمشتگون فور دیکایفست شتویر، این مالیات ماشینتونه. اینسوگز ارمشتگون یعنی چی؟ یعنی شما اجازه میدید که به صورت اوتومات فینانس آمت از حسابتون این مالیات رو به صورت سالیانه از حسابتون برداره، که این یک فرمولا هستش، یک فرمی هستش که توی سولاسونگشتله کجا؟ سولاسونگشتله همون جایی که باید برید ماشین رو به نامتون بزنید، یا همون به اصطلاح اداره‌ای که ماشین رو به نام شما میزنه. از قبل هم میتونید اون فرمولا رو از توی اینترنت بکشید بیرون، دانلودش بکنید و یا پرینتش بکنید، عرضم به حضورتون که پرش بکنید، و چون باید آسگفولت باشه یعنی باید پر کرده باشید، و اونجا به اصطلاح وقتی که میرید توی سولاسونگشتله همه مدارکتون کامل باشه. الان بهتون نشون میدم که اصلا این فرم چی هستش، داریم در موردش صحبت میکنیم. خب به راحتی توی گوگل سرچ بکنید اینسوگز ارمشتگونگ فور دیکایفست شتویر. خب وقتی که این رو توی گوگل سرچ میکنید این فرمولا میاد بالا. بالا رو این ما کلیک میکنیم، ببینید این فرمولا هسته. میگه SEPA last schrift mandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer. خب این همون فرمولای هستش که الان در موردش صحبت کردیم. اینجا جیغو کنتو این ها، و اینجا باید جیغو کنتو تونو بنویسید، فورنامه، نخنامه، Straßen, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. خب فرنامه نخنامه یعنی اسم فامیلتون، Straßen und Hausnummer آدرس خونتون و شماره، Postleitzahl کد پستی، Ort محلش، و Land همون حالا اینجا مثلا هامبورگ هستین، هامبورگ حالا هر ایالتی هستین اونو باید بنویسین، و بیک اینجا میتونید بنویسید، نام در بانک، و اینا را کامل پر میکنید. حالا اگر فکر میکنید که نیاز به کمک دارید برای پر کردن این فرمولا، اصلا نگران نباشید. شما نیازی نیست که این فرمولا رو بخواید قبل از اینکه به اصطلاح توی سولاسونگشتله برید این رو پر بکنه. اگر این رو پر بکنید خب بهتره، اگر نه که به اصطلاح نمیدونید که آیا درست پر کردید یا خیر، شما میتونید این فرم رو پرینت بگیرید و فقط همراهتون باشه اونجا تو سولاسونگشتله با اون زاخبارویتر یا زاخبارویتقین، اونجا میتونید با هم این فرمولا رو پر بکنید. بس اصلا نگران این فرمولا نباشید، حتی اگر پرینت هم نکنید اونجا تو سولاسونگشتله اونجا خودشون دارن. حالا ممکنه بعضی سولاسونگشتلا یه خورده مهربون نباشن، بس بهتره که فرم رو به صورت پرینت شده از اینترنت تهیه بکنیم. حالا پرش کردیم یا پر نکردیم مهم نیست، فرم باشه اونجا یا رو زاخبارویتر یا زاخبارویتقی، اگر نت هم نبود، فویندلیش هم نبود، اگر فرم همراهتون باشه بهتون کمک خواهد کرد تا این فرم رو پر بکنید، چون باید کارتون رو راه بندازه، مطلب دارین؟ به خاطر همینه. بس این فرم رو باید همراهتون داشته باشید. توضیح کاملش دادم، فرمم بهتون نشون دادم. بریم برای ادامه مدرک. مدرک بعدی که باید همراهتون باشه نخوایز اوبدی گولتیگ هاپت اونتزوخون، که بهش میگیم توف. این چی هستش؟ این همون معاینه فنی خودرویی که هر دو سال یک بار هستش. شما وقتی که ماشین رو میخرید یا توف داره یا توف نداره. اگر توف داشته باشه باید اون مدرکش رو بهتون بدن. حتما نیازی نیست که به اصطلاح ماشینه مثلا دو سال توف داشته باشه، ممکنه یک سال توف داشته باشه، ممکنه 6 ماه توف داشته باشه. مهم اینه که این مدرک رو داشته باشید که بتونید ناخوایز بکنید، یعنی ارائه
بدید. اگر نداشته باشه باید برید یه مکانیکی اونجا اون به اصطلاح برگه توف رو بهتون بده. ولی در کل ماشینی که دست دوم میخرید بهتره که توف داشته باشه، برای خودتون بهتره، چون اون ماشین اگر توف یا معاینه فنی داشته باشه یعنی اون ماشین سالمه. بس ماشینی که توف نداره به تبع ممکنه که اشکالاتی وجود داشته باشه دیگه، و ممکنه که خدای نکرده تو پاچه شما رفته باشه. خب به خاطر همین سراغ ماشینی نرید که توف نداره. بس این مدرک هم از اون به اصطلاح صاحب قبلی ماشین که ماشین رو میخریم ازش باید بگیریم. بس این مدرک هم جور شد. بریم برای مدرک بعدی. میگه زوفن زی این نویز وونش کنسایشن هابن ولن آلت بیس هرگه کنسایشن زووی دی نوین کایفست شیلده. خب این چیه؟ این همون پلاک ماشین دیگه. ببین جلو عقب ماشین باید یه دونه پلاک تهیه بکنید. حالا ممکنه که پلاک قبلی، یعنی ماشین قبلا داشتید و ماشین فروختید، پلاک هنوز هست، پلاک به نام شما، شما میتونید برای ماشین بعدی ازش استفاده بکنید. یا اینکه نه، اصلا ماشین اولتون رو یه پلاک جدید باید به اصطلاح داشته باشید که اونجا توی تولاسونشتله همون اطرافش کلی به اصطلاح کایفست شیلد آنبیتا هستش، یعنی کلی مغازه یا دکی هر چیزی هستش که این پلاک ها رو به اصطلاح برای شما تهیه میکنن. یا اینکه میتونید این رو هم اینترنتی سفارش بدید، همونجا برید، اونجا پره، اونجا دوروبر تولاسونشتله پر این مغازه هستش و همونجا میتونید زوفورد یه دونه کایفست شیلده که به صورت جفت هستش دیگه، هم برای جلوی ماشین میخواد هم برای پشت ماشین، این رو باید تهیه بکنید. بس این مدرک آخر بود که باید همراهتون باشه. بعد از اینکه همه این مدارک رو در دست داشتید باید توی اینترنت از سولاسونشتله محل اقامتتون یا ایالتتون باید یک ترمین بگیرید. پس بدون ترمین نمیتونید برید اونجا. بعد حتما یادتون باشه تو اینترنت بزنید سولاسونشتله. خب سولاسونشتله هر منطقه هامبورگ چون بزرگه چندین سولاسونشتله داره که باید ببینید که کدوم سولاسونشتله به اصطلاح به محل خونتون نزدیکتره و میتونید به اونجا به راحتی مراجعه با این که شما مثلا تولاسونشتله منطقه 5 هستید نمیتونید برید منطقه 1، نه اینجوری نیست، شما تو همه تولاسونشتله ها میتونید ترمین بگیرید، ولی مهم اینه که به اصطلاح کدوم براتون راحت‌تر نزدیک خونتونه دیگه، کلی مسافت نرید مثلا. خب این ترمین هم که گرفتی با همه این مدارک میرید اونجا و ماشین به نامتون میشه، پلاگ نصب میشه و تمام کار تمامه و میتونید با ماشینتون لذت ببرید تو آلمان. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. تو ویدیوی بعدی به درخواست شما عزیزان دوباره میخوایم با همدیگه بریم 0 تا 100 رو برای خرید یک ماشین انجام بدیم. دوستان گفتن که ویدیویی که برای خرید ماشین ما تهیه کردیم کافی نبوده، به درخواست زیادی که از شما داشتم ویدیوی بعدی رو اختصاص میدیم برای خرید ماشین با جزئیات کامل کامل کامل. ویدیوی بعدی رو از دست ندید. خب این ویدیو هم اینجا تموم شد. باحال بود نه؟ خوشتون اومد؟ حالا که خوشتون اومده بریم پایین این ویدیو بهتون نشون بدم که چجوری ویدیوها رو لایک بکنید. با هم بریم باز پایین این ویدیو. این زیره میبینی؟ بالای اونجایی که نوشته فرست هست انگشت اینجوری گرفته بالا، زیرش 19 نوشته، میبینی؟ بیا با هم روش بزنیم. آخش جون گرفتم، هر یه دونه لایکی که میکنید یه جون به من اضافه میشه. مرسی که ای تونتون به من جون میدید، مرسی که تونتون به کانال خودتون قدرت میدید. لایکم یادتون نره همیشه اینجاست، دیدین؟ لایک رو بکوبید. سب کن. شما خانم، شما آقا، هنوز سابسکرایب نکردی؟ اشکال نداره، دیر نشده، یه دوباره انجام بدیم. اینها گوشه سمت راست با قرمز نوشته سابسکرایب، بیا روش با هم بزنیم روش سابسکرایب. خوش اومدید به فرست هرس، به کانال خودتون خوش اومدید، فرسرسی شدید دیگه. یه زنگوله اومد بغلش، بریم زنگوله رو فعال بکنیم تا هیچ ویدیویی رو دیگه از دست ندیم. بزنیم رو زنگوله، 3 تا گزینه میده. اولیش نوشته آل، بزنیم روش.
زنگوله رو فعال کردیم. دیگه هیچ ویدیویی رو از دست نمید. قربون همتون. مرسی. دست تک تکتون رو میبوسم. مرسی که با من همراه هستید. مرسی که کانال خودتون رو حمایت میکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به دستای خدا میسپارم. خدا نگهدار. ویدیوی بعدی 15 تا سوال بعدی از سری مجموعه سوالات تصویری رو بررسی خواهیم کرد.